شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان گفت که از این بعد کشورش و تاجیکستان مثل دو همسایه خوب زندگی خواهند کرد، زیرا هیچ همسایه بد را بعد از مرگ کسی نمی بخشد. رئیس جمهوری ازبکستان ضمن سخنرانی در حضور وکیلان ولایتی تاشکند در روز 6 انور گفت که برای سفری رسمی به تاجیکستان آماده می شود و قرار است ضمن این سفر کتا قرارداد و یا قراردادهای بزرگ بین دو طرف به امضا برسند. شوکت میرزیایف نگفت که کی به تاجیکستان سفری رسمی انجام می‌دهد، اما در گذشته مقامات دوشنبه گفتند ممکن است بازدید اول سال 2018 صورت بگیرد. بس منا تاجیکستان گه بارب خدا خلاصه ویزیت دارد. خدا خواهد نخست وزیر کشور عبدالله آریپوف به تاجیکستان می رود و برای آماده کردن سفری رسمی ما قراردادهای زیادی را به امضا می رسانیم. راه های آهن را باز می کنیم و ما موافقت کردیم که خط های برق از نو برقرار شود. دیگر مسئله های زیاد را بررسی می کنیم. ما مثل دو همسایه خوب زندگی خواهیم کرد. خوشنلارمز خمسی یخسی بولش کرده. من کوری افسدر بو اشتخلی افسد. رئیس جمهوری ازبکستان درباره حسن همسایه‌داری صحبت کرد و گفت اگر با رهبران کشورهای دور درباره تقویت همکاری صحبت کند، آنها حتما خواهند گفت که وقتی شما با همسایه‌ها خوب نیستید، چگونه با کشورهای دور همکاری میکنید؟ او افزود ما همه میمیریم ولی هیچ کس همسایه بد را نمیبخشد. ما مناسبت با تمام همسایه‌ها را خوب میکنیم. افزود رئیس جمهوری ازبکستان و اعتراف کرد که مناسبت سرد با همسایه‌ها را در مدت کوتاه به اعتدال آوردن آسان نیست. و افزود ما مناسبت با همسایه‌ها را خوب میکنیم ولی آب کردن یخی 20 ساله آسان نیست، گفت رئیس جمهوری ازبکستان. منظور از یخی 20 ساله ظاهراً مناسبت‌های سردی تاجیکستان و ازبکستان در عهد رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف بود که او سال 2016 درگذشت. اسلام کریموف یکی از مخالفان سرسخت بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان بود و محض در عهد او راه آهن اموزنگ ترمیز یک راه اساسی ترانزیتی انتقال مال و کالا به ولایت ختلان را ویران کردند و این ولایت به مشکلات زیاد گرفتار شد. همچنین در عهد اسلام کریموف ازبکستان از حلقه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی که برای تامین تاجیکستان با نیروی برق و هم نگهداشت نیروگاه‌های کشور مهم بود خارج شد. بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف مقامات ازبکستان اشاره کردند که آمادند راه‌های ارتباطی با تاجیکستان را دیگر باره پیوستن ازبکستان به شبکه یگانه برق آسیای مرکزی همچنین امکان می‌دهد. تاجیکستان در صورت احتیاج به نیروی برق اضافی یا از ازبکستان یا از ترکمنستان نیروی برق بگیرد. در صورت وصل بودن ازبکستان به این شبکه، تاجیکستان همچنین امکان بیشتر برای فروش نیروی برق اضافی خواهد داشت. بنابر کنده بودن ازبکستان از این شبکه، تاجیکستان نمیتواند نیروی برق اضافی که در تاجیکستان استحصال میشود به کشورهای دیگر منطقه انتقال بدهد. با گفته مقامات تاجیکستان ممکن است سال آینده دو طرف دیگر باره به بررسی مسئله تعیین و علامت گذاری مرز دو کشور برگردند. تاجیکستان با ازبکستان بیشتر از 1200 کیلومتر مرز مشترک دارد و بنا به آخرین گزارشات تنها 93 کیلومتر مرز تقسیم و علامت گذاری نشده است. آخری سال گذشته حکومت تاجیکستان هیئت نوی کمیسیه دولتی را اعلام کرد که در مذاکرات مرزی کشور را نمایندگی میکنند. سال 2017 تاشکند و دوشنبه روابط شهروندان یکدیگر را آسان تر کردند، ولی نظام سختی روادید و ترتیب روابط بین تاجیکستان و ازبکستان مثل پیشتر باقی مانده است. تیلاب رسول زاده کارشناس تاجیک میگوید تاجیکستان و ازبکستان درک کردند که باید با یکدیگر نزدیک باشند و این به سود هر دو جانب است. با گفته وی مثل کشورهای اروپا که بر وقت فهمیدند و به هم آمدند و جهت حفظ منافع خود برای یکپارچگی تلاش دارند.